کنید. حالا هر چی پیوند باقی مونده، آقا از سمت چپ چه پیوندی باقی مونده؟ یه سه هاش، دو سه هاش. از کل این دوتای گنده دوتا سه هاش باقی مونده. از سمت راست هم یه سی سی باقی مونده، یه کاری باش نداشی، یکم هاش هاش. بله خانم، بله آقا، معادله به اون گندگی شد این. اینو دلتا اچ شد، دلتا اچ برابره با مجموع انتالپی پیوند مواد سمت چپ، منها سمت راست، سمت چپ دوتا سه هاش دارم، هر سه هاش 415، دوتا 415 تا دارم. سمت چپ کار تمومه؟ بله. منها سمت راست یه دونه سی یگانه سی دارم، سی یگانه سی آنتالپیشو گفته 348. یه دونه هم هاش یگانه هاش دارم 436. یه معادله به اون گندگی که باید 6 تا 3 هاش این و 6 تا 3 هاش هم اون بر اضافی حساب میکردم و تبدیلش کردم به توی اینا عادتهای خوب. این من یه سری عادتهای خوب بردارید توی اینا. اول هر کدوم از این باکس ها رو جداگونه حساب کن. الان دو تا 415 تا میشه چقدر؟ خب دو تا 400 تا میشه 800 تا، دو تا 15 تا میشه 30 تا، میشه 830. پس این ور 830ه، این ور 348 با 436. ریسک نکنید آقا، ستونی جمع کنید. به خدا تو سر جلسه کنکورم باید اینا رو ستونی جمع کنی. بعضی ها یه سری چیزای اشتباه تو ذهنشونه، اینو بدونید از من. شما سر جلسه کنکور فقط کارهای مطمئنی که بلدی رو انجام میدی. چرا؟ چون شما تو کنکور به خاطر فشار و استرس آزمون 20% 30% بازدهیتون میاد پایین تر. همه از رتبه 1ش تا رتبه 100,000ش همه 20 تا 30% بازدهیشون میاد پایین تر به خاطر فشار و استرس کنکوره. جلوگیری هم نمیشه ازش کرد. یعنی تو فقط میتونی بازدهیه رو یه ذره خودت ببری بالا با اعتماد به نفس و آرامش و اینجور چیزا، وگرنه همه بازدهیشون میاد پایین تر. وقتی بازدهی بدن میاد پایین تر، فشار آزمون روی آدم زیاده، آدم نمیتونه کار عجیب غریب ذهنی بکنه. ایده های عجیب غریب شما اصلا سر جلسه کنکور به ذهنت نمیاد. شما فقط کارهایی که بلدی رو باید هنر داشته باشی استفاده کنی. اینا رو بعضی میشن ذهنی و فلان جمع. آقا بذار زیر همدیگه جمع کن که تو کنکور غلط نزنی. 6 و 8 14، 1 با 3 4، 4 با 4 8 میشه 784 تا. 784 تا. حالا 830 منهای 784 اختلاف 84 تا تا 800 تا برابر میشه با 26 تا، درست؟ این 26 تا، اینم 30 تا، رو هم دیگه میشه چقدر؟ 4 با 3 7، اینم 1 با 3 4، 4 با 4 8، 784 تا با 30 تا اختلافشون میشه، آره 30 تا با اون 16 تا، بله 46 تا. 30 و 46 مثبت یا منفی؟ 830 منهای این مثبت 46، مثبت 46 تا. علامت وحشتناک مهمه. الان گزینه 1 و 2 فقط فرقشون تو علامت، 3 و 4 هم فرقشون تو علامته. علامت رو اول تعیین کنید. یه عدد بزرگ منهای عدد کوچیک، جواب مثبت، حالا اختلاف عدد. یه 30 تا با 16 تا 46. هر موقع نوشتی 8 رو تحلیل کن. 8 رو بهم گزینه بدی میریم یه استراحت میزنیم. اول 8 رو شما تحلیل کن. کجاست؟ ریاضی 98. سال پیش که نه، سال قبلش 98. اول ساختارهای باز رو رسم کنید تو هر کدوم از اینا. مثلا سی او چی بود؟ دارم یادآوری میکنم. سی سگانه او بود. اگه لوئیس یاد رفته اشکال نداره، من دارم یادآوری میکنم. دو تا هاش دو، دو تا هاش یگانه هاش. میده سه های سه و هاش که مشخصه، یک کربن به سه تا هیدروژن بچسبه، یه دونه هم او هاش بچسبه. اول ساختارهای باز رو رسم میکنم. آیا توش پیوند تکراری میبینم؟ نگاه میکنی پیوند تکراری وجود داره؟ نه. اینجا سی سگانه اوه، اینجا سگانه او ندارم. اینجا هاش یگانه هاشه، اینجا هاش یگانه هاش ندارم. اه خب ایوان، هیچ پیوند تکراری ندارم، پس مجبورم هیچی نیست ساده بکنم. مجموع انتالپی پیوند مواد سمت چپ، منها مواد سمت راست. دیگه حذف کردنی تو این تست نداشتید، به جنبید. بقیهش دیگه محاسبه است.
جون بکنین تا عدد آخر برسید. عدد آخر نداشته باشیم به هیچ دردی نمیخوره کارمون. تا عدد آخر برسونید خودتونو بدون ماشین حساب. از همین امروز ماشین حسابو بریز دور. حالا بسته ببینید مدرسه کسی احتمالاً معصد مثلا اجازه میده سر جلسه آزمونشی میت یه دونه با خودت ماشین حساب ساده ببری، ولی دیگه از اون موقع بعد بریزیدش دور. تا آخر کنکور شما دیگه حق استفاده از ماشین حساب